سلام و درود فراوان خدمت همراهان همیشه یه پیج ملبون سراشپز. بریم یه غذای خوشمزه سنتی قرمه سبزی رو با هم دیگه آماده کنیم. من شخصا خیلی علاقه دارم که غذاهای جدید و خدمت شما آموزش بدم، ولی درخواست زیاد بود تا یه قرمه سبزی با فوت و فنای ملبون سراشپز رو خدمتتون آموزش بدم. خب یه چیز رو خدمت دوستان بگم، شاید جالب باشه. خوشمزه ترین قرمه سبزی که تا به امروز تو زندگیم خوردم قرمه سبزی که مادرم درست کرده. مطمئنن شما هم اینطور بوده. قرمه سبزی های داخل رستوران ها به گرد پای قرمه سبزی هایی که مادرها زحمت میکشن درست میکنن نمیرسه. خب بریم هم دیگه با چند تا فوت کوزه‌گری قرمه سبزی خیلی خوشمزه رو آماده کنیم. خب زیر گازمون روشن کردیم، روغن رو به قابلمون رو اضافه کردیم، یک عدد پیاز نگینیمون رو به این روغنمون اضافه کردیم، یه قاشق چای خوری سیر له شده، یه مقدار که پیاز و سیرمون رو با هم دیگه تفت بدیم، الان وقتی که زردچوبمون رو به این ترکیب اضافه میکنیم اینا رو خوب با هم دیگه تفت بدیم. یکی از اون فوتای کوزه‌گری واسه درست کردن یه قرمه سبزی خیلی خوشمزه اینه که شما از گوشت استخونی استفاده کنید. اگه دسترسی نداشتید یا تمایل نداشتید به استفاده کردن گوشت استخونی مثل ماهیچه، میتونید از آب قلم استفاده کنید، یعنی یه قلم رو بجوشونید و از آبش واسه قرمه سبزیتون استفاده کنید. گوشت هم به این پیاز و سیرم اضافه میکنم، اینا خوب با هم دیگه تفت شد. یکی دیگه از اون فوتای کوزه‌گری تنظیم رنگ قرمه سبزیمونه. هر چقدر سبزی قرمه سبزیمونو بیشتر تو روغن تفت بدیم، به قول من گفته این رنگ قرمه سبزیمون تیره تر میشه، اما فراموش نکنید اونم حتی اندازه داره، بیشتر از اون منجر به این میشه که قرمه سبزیمون به تلخی بزنه. خب بریم هم دیگه سبزیمون رو داخل تابه تفت بدیم. سبزی که من دارم استفاده میکنم سبزی منجمد محصولات نوبر سبزه، شما اگه تمایل داشته باشید میتونید از این محصول استفاده کنید. تفت میمیدارید سبزیمون رو داخل روغن سوار بوشونم بره سرکوشه به همراه پیاز. خب بعد از یه مقدار تفت دادن سبزی رو اونو به گوشت رو اضافه میکنم، یه مقدار به همراه گوشت رو سبزی رو تفت میکنم. بعد از یه مقدار تفت دادن سبزی رو به همراه گوشت و پیاز، الان وقتی که آب رو به خورش رو اضافه میکنم، من از آب قلم دارم استفاده میکنم، شما اگه دوست داشته باشید میتونید از آب قلم استفاده کنید برای خوشمزه شدن خورش. زیر گازمون رو کم میکنیم، شعله پایین نیستی تولاشی، یک ساعت تا یک ساعت و نیم میذاریم تا این قرمه سبزیمون جا بیفته. خب بعد از 20 دقیقه گل خوردن قرمه سبزی رو بریم فکر کنیم لوبیا های محسوسش رو بهش اضافه بکنیم. شما لوبیا های چشم بلبلی هم میتونید استفاده کنید، لوبیا قرمز هم میتونید استفاده کنید. خب بعد از اینکه لوبیا رو اضافه کردید، یکی دیگه از اون فوتای کوزه‌گری همینطوری که دارید میبینید اضافه کردن یه گوجه رنده داخل قرمه سبزیتونه. همینطوری که دارید یه گوجه فرنگی رو داخل قرمه سبزیتون رنده. چهار عدد لیمو رو داخل آب ولرم همینطور که دارید با چنگال سولاخ کنید داخل آب ولرم بذارید تا تلخی لیمو گرفته بشه. خب الان وقتی که لیمون هم به این قرمه سبزیمون اضافه کنید، بعد از یک ساعت و نیم قرمه سبزیمون آماده شده، به همین صورت که دارید میبینید در اومده. چهار تا قالب یخ اینجا دارم، همینطور که دارید میبینید یخ های زعفرونیه، زعفرون آب کرده رو تو یخچال وقتی که تو قالب نگهداری کنیم به این صورت در میاد. اینو به این قرمه سبزی من اضافه میکنم تا یه شوکی به قرمه سبزی بده و رنگ و لعاب قشنگتری رو به قرمه سبزی بده. خب در کنار هم دیگه قرمه سبزی خوشمزه با فوتوفنای ملبون سراشپز آماده کردیم، آماده شد قرمه سبزیمون، در کنار شما سرویس میکنیم. پیاز قروش قرمه سبزیمون همینطور که دارید میبینید آماده شده، در کنار هم دیگه سرویس میکنیم. خب این از قرمه سبزی با چند تا فوت کوزه‌گری در کنار همدیگه آماده کردیم. هرچند غذای سنتی ایرانیه و تک تک شما عزیزانی که بیننده ویدیوهای ملبون سراشپز هستید تخصص ویژه واسه درست کردن قرمه سبزی دارید. این هم ما ارائه دادیم با این فوتای کوزه‌گری، امیدوارم که استفاده کنید و لذت ببرید. بهترین واسه تک تکتون آرزو میکنم، پیوسته دلتون شاد باشه، لبتون خندان. یا حق.